ترور یک محافظ اشرف غنی و هشتمین روز تظاهرات در فاریاب. معترضان از داوود لغمانی خواستند این ولایت را ترک کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. هشتمین روز تظاهرات در فاریاب. معترضان از داوود لغمانی خواستند این ولایت را ترک کند. تظاهرات باشندگان ولایت فاریاب علیه والی جدید این ولایت وارد هشتمین روز خود شد. معترضان روز شنبه یکم جوزا در هشتمین روز این تظاهرات با پوشیدن کفن در برابر لوای اول قول اردوی 209 شاهین که دفتر کاری محمد داوود لغمانی است تجمع کردند. آنها از داوود لغمانی خواستند که فاریاب را ترک کنند. محمد ظاهر انیق عضو شورای عالی جوانان و از خبرنگاران محلی فاریاب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که تظاهرات روز شنبه گسترده تر بود و معترضان برای اولین بار در درب لوای اول قول اردوی 209 شاهین تجمع کرده بودند. با گفته او، معترضان هشدار دادند که اگر والی جدید فاریاب شهر میمنه را ترک نکند، مسئولیت رفتارهای خارج از تظاهرات مسالمت آمیز و درگیری با لوای ارتش به دوش حکومت خواهد بود. طبق معلومات انیق، اطراف مقر ولایت فاریاب در کنترل معترضان است و خیمه تحصن یکی برای زنان و دیگری برای مردان برپا شده است. در همین حال احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش بر ریاست مارشال عبدالرشید دوستم میگوید که هیچ گونه مذاکراتی درباره حل مسئله فاریاب صورت نگرفته است. به گفته او، مردم در ولایت های دیگر نیز برای برپایی تظاهرات آمادگی میگیرند و در صورتی که حکومت به خواست معترضان رسیدگی نکند، مسئولیت اقدامات بعدی به دوش حکومت خواهد بود. تظاهرات در مخالفت با معرفی والی جدید فاریاب در شهر میمنه پس از اعلام برنامه معرفی محمد داوود لغمانی که در سوم ثور به این سمت گماشته شد شکل گرفت. پیش از آن نیز تظاهرات در دست کم 4 ولایت شمال و شمال شرقی کشور برگزار شده بود. قرار بود محمد داوود لغمانی در 25 ثور معرفی شود، اما با 2 روز تأخیر در لوای اول قول اردوی 209 شاهین در شهر میمنه و کارش آغاز کرد. معترضان بار مانع نشست هواپیمای حامل لغمانی در 25 ثور شده بودند. شعارهای مثل اعلام دولت فدرالی نیز از سوی معترضان سر داده شده است. برخی از تصاویر نشر شده در جریان روزهای گذشته نشان می‌دهد که معترضان سلاح نیز برداشته و در موارد پرچمی را زیر نام ترکستان حمل کردند. از نظر دولت معترضان باید به ولی جدید فاریاب اجازه خدمت گذاری بدهند و بیش از پیش قضاوت نکنند. و این در حال است که رئیس محمد در صفحه فیسبوک خود می نویسد: محافظ اشرف غنی بعد از ظهر امروز در دیوان بیگی ناحیه پنجم ترور شد. و این در حال است که دولت افغانستان از اعلام برنامه تازه ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی استقبال کرده است. وزارت امور خارجه کشور از اعلام اخیر ناتو مبنی بر تداوم کمک‌هایش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه که روز شنبه یکم جوزا نشر شد، گفته شده است که از اعلام مجدد حمایت‌های سازمان ناتو با نیروهای امنیتی افغان در بخش ارتقای ظرفیت و حمایت مالی از این نیروها قدردانی می‌کند. وزارت امور خارجه آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و همچنان فراهمسازی بودجه برای ارائه خدمات تدارکاتی به این نیروها را یک نیاز توصیف کرده است. طبق خبرنامه وزارت خارجه، آغاز فصل جدید همکاری میان افغانستان و سازمان ناتو
گامی مؤثر در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم و تأمین صلح و ثبات در کشور و منطقه است. وزارت امور خارجه به ادامه همکاری هایش با سازمان ناتو در چارچوب فصل تازه روابط این سازمان با افغانستان اعلام آمادگی کرده است. در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی نیز در یک نوار تصویری میگوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای قطع کمک های آنها نیست و همکاری های مالی و نظامی به نیروهای امنیتی کشور مانند گذشته ادامه خواهد داشت. ینس استولدنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز جمعه 31 ثور در دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس اعلام کرد که در 3 محور به همکاری های خود پس از خروج نیروهای ناتو با افغانستان ادامه می دهد. این 3 محور شامل مأموریت مشورت دهی و حمایت مالی مستمر از نیروهای افغان، فراهمسازی آموزش نیروهای ویژه در خارج از افغانستان و تأمین بودجه حمایت از عملکرد میدان هوایی کابل می شود. و در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه از کشته شدن فرمانده گارنیزیون ولسوالی آقچه ولایت جوزجان خبر می دهد. این فرمانده نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش صبح روز شنبه 1 جوزا از سوی یک محافظ خود کشته شده است. طبق اعلام منابع محلی این رویداد در مرکز ولسوالی آقچه جوزجان رخ داده است. محافظ آق محمد جنبش پس از گلوله باری بر وی از محل حادثه فرار کرده است. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آق محمد جنبش با طرح خصمانه دشمنان مردم کشته شده است. طبق معلومات فرهمند آق محمد از سالها به این سو در صفوف نیروهای تحت امر مارشال عبدالرشید دوستم کار میکرد و از چند سال به این سو به عنوان فرمانده گارنیزیون ولسوالی آقچه وظیفه اجرا می کرد. آق محمد جنبش در عملیاتی که مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل در گذشته اجرا کرده بود حضور فعال و گسترده داشته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.